میکنه و حاجتش برآورده میشه. یکی از خطبای بزرگ نقل میکنه، میگه ایام محرم، دهه اول محرم مرا دعوت کرده بودند کشور بحرین، اونجا مجالسی برای شیعیان بود، عزاداری برای امام حسین علیه السلام. یه حسینیه‌ای بود، جمعیت انبوهی می اومدن تو اون حسینیه و عزاداری می کردن. میگه یه شب وقتی منبرم تمام شد، اومدم پا منبر نشستم، دیدم یه جوانی آمد صدا زد آقا جان یه شبم میخوام بیای خانه ما، یه مجلس داریم، روزه خانگی داریم، میخوام بیای مجلس ما رو هم گرم کنی، میخوام یه روزه هم تو خانه ما بخوانی. میگه من گفتم کجاست، آدرس گرفتم، نشانه گرفتم. جوان تشکر کرد، قول بهش دادم و رفت، خوشحال هم شد. تا رفت اطرافیان من به هم گفتن که آقا این جوونه سنیه، این جوونه مال فلان محله است، فلان محله هم همشون سنی هستن، چطور شما رو دعوت کرده برای ایام محرم روزه بخونه؟ میگه من گفتم چون قول بهش دادم باید برم. فردا شب وقتی رفتم دیدم بله، بالا سردر خونشون پرچم یا حسین زده. وارد شدم، اما تا وارد شدم دیدم علمای اهل سنت تو رأس مجلس نشستن، یه عده از شیعیان هم هستن. سراغ گرفتم گفتن بله این محله محله سنی هاست، این مجلس هم مال سنی هاست. میگه من وحشت کردم، تو مجلس سنی ها باید شب عاشورا برای کی بگم، چی بخوانم؟ نوبت من شد، اعلام کردن که آقا بیاد بره بالا منبر. دیدم اون جوانی که آمده بود و بانی روزه ما بود با صدای بلند وسط جمع صدا زد آقا جان امشب نذر کردم روزه زهرای پهلو شکسته رو بخوانی. این جمله رو شنیدم، همه جمعیت هم شنیدن، دارم میرم بالا منبر. قبلا تو ذهن خودم فکر کرده بودم شب عاشورا برای عده سنی چی بخونم، حالا میگه روزه زهرا رو بخوان، یه مقدار برا من مشکل تر شد. میگه به هر صورتی که بود روزه رو خوندم، مصیبت رو هم از زهرای پهلو شکسته شیعیان خوندم. پایین که اومدم موقع پذیرایی که بود جوونه رو صدا زدم، جوون بیا کنار من بنشین. مگه اینا سنی نبودن؟ گفت بله اکثر اینها سنی هستن، اما اقوام و خیشاوندان من هستن. خودت سنی یا شیعه؟ گفت نه من خودم شیعه شدم، سنی بودم اما شیعه شدم. چجور شیعه شدی؟ دلیلش رو برا من بگو. اصرار که کردم اومد نشست شروع کرد تعریف کردن که بله آقا جان من مهندس فلان رشته هستم، تو فلان رشته مهندسی درس خوندم، مدتی رفتم اروپا، یکی از کشورهای اروپایی توی شرکت استخدام شده بودم، اونجا هم زندگی میکردم، خدا به ما یه بچه دختر داشت داد، زندگیمون خوش بود، تو رفاه بودیم، این بچه هم که آمد زندگی ما رو خوشتر کرد. روز به روز این بچه بزرگ میشد. یه روز تو شرکت نشسته بودم، یه مرتبه همسرم تلفن زد و با صدای گریه صدا زد فلانی زود بیا، مگه چی شده؟ بچه‌مون مرد. میگه من با وحشت و اضطراب حرکت کردم اومدم خونه، دیدم بله این بچه خردسال یه سکه برداشته تو دهانش گذاشته، فرو داده، راه نفسش رو گرفته، گیر کرده. بچه رو بغل کردم، دوان دوان رفتیم بیمارستان، تو بیمارستان تحویلش دادیم، اطباء آمدن معاینه کردن. از جمله برنامه هایی که گفتن اینا باید عملش کنیم، اگه تو چند دقیقه دیگه عملش نکنیم این بچه کامل میمیره، الان به کما رفته، باید امضا بدی که اگه بچت مرد ما مسئول نیستیم. گفتم بگذارید برم یه لحظه فکر کنم. میگه آمدم وسط حیات بیمارستان ایستادم، رو به قبله کردم، گفتم خدا شنیدم شیعه ها
توسل رو قبول دارم. منم امروز میخوام توسل به زهرای مرضیه داشته باشم. اگر زهرای مرضیه بچمو شفا داد، منم میشم شیعه. یه لحظه گریه کردم، توسل به زهرا پیدا کردم. یه مرتبه از پنجره بیمارستان او پرستار صدا زد، فلانی بیا بیا. دوان دوان رفتم، گفتم شاید بچم مرده، شاید بچم از دنیا رفته. اما تا وارد شدم دیدم طبیب آمد صدا زد، فلانی مسیح آمد و بچه تو شفا داد. گفتم نه، اون کسی که بچه من رو شفا داده مسیح نبوده، اون کسی که بچه من رو شفا داده زهرای شیعیان است، فاطمه زهرا بوده. زهرا